بسم الله الرحمن الرحیم در درس سی تجوید قرار داریم تمرین نون ساکن و تنوین در ادغام میکنیم میبینیم که چطور ما نون ساکن و تنوین ادغام میکنیم در درس 36 ما گفتیم که ادغام ما به دو ادغام میکنیم یکیش ادغام با غنه و ادغام بدون اتغام غنه ادغام با غنه با, با نون و میم یا واو و ادغام بدین غنه را با لام و را می کنیم. اینجا شما مثالایش سعی کنین به خاطر که وقت کلپ کم است ما می که امیر کلی از امی چیزایی رو کنوشته کردیم برای شما شرح کنم یک اندازه تستر می خواهیمش در ادغام نون ساکن و تنوین با نون یعنی که در سعی کنین نفسون عن نفس نشته است نفسون عن نفس نشته است و عن که است نون ساکن است وقتی که ما این ادغام میکنیم نون ساکن با نون نفس دوم یک جا میشه این را مشدد میسازه چی رقم خونده میشه؟ نفس عن نفس نون نفس دوم مشدد خونده میشه با غنه لقد جئت شیئا نکرا شیئا تنوین است امرای نون نکرا ملغم میشه و نون نکرا را مشدد میسازه. دیگه چی سایی کنین؟ املاقین نوشته شده پشت سرش نحنو آمده که وقتی که ما تنوین قافه که نحنو یک جا میکنیم نون نحنو مشدد خونده میشه. چی رقم؟ ما تنها امو جایی را که رنگ سرخ کردیم امور متوجه باشیم. ولا تقتلوا اولدکم من املاقی نن نرزقکم و ایاهم خو میریم ای معنای از ای ایت بسیار مهم است که میگه که نکوشین اولاد خوده از ترس گرسنگی و فقر الله متعال میگه ما برای شما روزی می دهیم و بر از او هم از امی خاطر است که میگن که قتل طفل در رحم مادر جواز نداره خو ادغام نون ساکن و تنوین در مین ببینین باغونه من و بنین من مال آمده وقتی که پشت سر نون ساکن میم مال آمده ای که تازی یک جا میشه و ایره مشدد میسازه دوستان باشه که ما گفته بودیم که در نون مشدد و میم مشدد ما غو میکنیم خب قوی غو میشه میم مالی و بنین فضل من الله لام اینجا رنگش از پیش من مانده که ایره سرخ بسازم اما چی هسته ای, ای تنوین هسته امرای میم من ای مشدد میشه میمش دیگه ایش سعی کنین لم اکن پشت سرش معهوم آمده که ما نون ساکنه کته میم معهم یک جا ادغامش میکنیم و ایره مشدد میسازیم اذ لم اکن معهم شهیده و آخرش سعی کنین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين قرار مكين ببنين كي رأي قرارة كي تنمينا كتي ميم مكين يلجو كرده و ومكينة مشادات كردي ميمشا اتغام نون تنمي نون ساكن وتنوينه در, در يا ببنين که ای با غنه است اما غنیش نظر به غنه میمونون کمک پایین تر است که به نام گفته بودیم که ایره ادغام ناقص میگن با یا و نون ایره ادغام ناقص میگن یعنی که حرف مشدد نمیکنه تنها یک حرکت امی غنیش میگیره سعی کنین چی رقم؟ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ م م مَن مَن يَشَاءُ نشتشره ونون ساكنه بسالش حرف يا مي هنا وما نون ساكنه ده هو ادغام ميكنيم ميخوانيم مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ دي كيف ستكونين مَن يَهْدِي اس والنون ساكنه بسالش يهدي اومدا يا اومدا نون ساکنه امرای یا ما ادغام میکنیم با غنه من یهدی الى الحق خب این دیگه چیز کنیم یوم ایدین نوشته شده یوم ایدین پشت سرش یس ناس آمده یا شروع شده و یوم ایدین تنمی نشه امرای یا یک جا ما نونش ادغام میکنیم چی رقم میخوانیم؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ادغام النون ساكن وتنوين در واو هم در نظر بگیرین سيكونين من ولي ولا نصير نشتشته و وقت كي ما يدا نون ساكن ميا كات پوش سرش واو ميا ما نون ساكنه كات واو ادغام ميكنين و تنوين امراي واو دا ولي ما كات واو يلجا ميكنين مش ميشه

میبینین در دیگه اینجا قلوبون قلوبون هم که هست ای تنوین هست پوش سرش یا آمده اما ما ای اینجا سرخ نکردیم رنگش بخاطر خاطر از ای که ای تنوین امرای یا ادغام میشه که ما در بالا رو را شرح کردیم این ما می خواهیم که در اینجا تنوین امرای واو ببینیم قلوب یوم ایذی واجفه خب ایلا مفا فهمیدیم و آخرین شاید ده مسكينا و یتیما مسکینن باز وو با آمده پشتش و یتیما وو آمده پشتش که امی تنوینا اردوی از با وو که ده پشتش آمده یک جا میشه چی رقم میخانیم مسكينا و یتیما و اسیرا خب, خب ای بود ادغام نون با وو و ما ادغام نون ساکن و تنوین با نون هم دیدیم با میم هم دیدیم با یا هم دیدیم با واو دیدیم که ادغام کامل موجود بود و ادغام ناقص هم موجود بود همه از یا با غنه بود حال ادغام نون ساکن و تنوین پرکتس میکنیم با لام و را بدون غنه و ای ادغام ادغام کامل است گفتیم سعی کنین من لدنک رحمه ای نون که هسته چی میشه ای کته چی کته لام پشت سر نون ساکن لام آمده ای با لام ای چی میشه ادغام میشه بیخی وقتی که ما با لام ایره یک جا ادغام میکنیم اما لام مشدد میشه مثل نون و میم مشدد میشه اما غنه نداره ارخشاميس ادغام کامل میشه اما غنه نداره سعی کنین ملدک رحمه لام ما مشدد کنیم دیگهش سعی کنین متاعن لكم علکم بخیام نون ما ادغام کردیم کتلوم و لام ما مشدد کردیم متاعن لكم دیگهش سعی کنین ان لبث تم نوشته شده و چون نون ساکن است پشت سرش لام آمده ما ایرا میگیم که این لبث تم نمیخوانی میره ایرا ما ادغام کامل بدون غانه ایل ایل کنیم میخوانیم این لبث تم الا قلیل این لبث تم و آخرین نشسته کنیم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان ألا أن لا أس أن لا نشتجد ما هو رمي خنيم ألا ننشك لام إدغام مكينم و إيش خاندنا مش و إدغام أمبراي راسا يكلين إدغام أمبراي را وفي بَلَاءٌ مِنْ بلاء من ربكم وفي ذلكم بلاء ام ربكم من ربكم من ربكم, ربكم خذانميش ان نونش ساكنه كته را یکجا ادغام میکنیم ادغام بدون غنه دیگهش شو کنین لهم مثلا رجلين نوشته شده و وقتی که ما مثلا نمیگیم پشت سرش راه آمده ای ادغام کامل میشه و در لهم هم که است ای ادغام میشه و زیر پسان میخوانیم لهم مثل الرجلین لهم مثل الرجلین خب آخرین که من قوت و من رباط ای من من رباط أنوشتشته ما إلى وقت كي مي خانيم كي نونش سكنيشة هم عرف را مشدد كنيم ادغامش كنيم. مي قوتي و رباط الخيل مي قوتي و رباط الخيل امید است که امروز درس براتان جالب بوده باشه و ایره شما کوشش کنین که پرکتس کنین ما در درس بعدی درس سی وشتم راجع به اقلاب و راجع به اخف اخفا بازمت مثال ها رو میاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکت.